سلام و وقت شما بخیر. شما بیننده زیربنا از آریانا نیوز هستین و من سمیرا شجاع هستم. در آغاز توجه کنید به مهمترین رویدادهای اقتصادی افغانستان و جهان. وزارت فایدآمد ده ها شرکت ساختمانی که پروژه هایشان را در زمان معین شده تکمیل نکرده اند جریمه کرده است. این وزارت میگوید اکنون نظارت از کار شرکت های ساختمانی را جدی تر کرده است، اما اتحادیه شرکت های ساختمانی این تصمیم وزارت فایدآمد را غیر عادلانه گفتند. نشست دو روزه وزیران اقتصاد و دارایی و رؤسای بانک های مرکزی 20 اقتصاد بزرگ دنیا موسوم به گروه 20 روز جمعه در شانگهای چین آغاز شد. با گزارش از خبرگزاری رویترز، بحث درباره خروج و یا عدم خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا از جمله موضوعات این نشست را تشکیل داده است. خروج آزبورن، وزیران دارایی بریتانیا، از شرکت کنندگان در این نشست خواسته تا حمایت خود را از ماندن بریتانیا در این اتحادیه اعلام کنند. سخنگوی وزارت خارجه چین گفت ما همیشه از روند ادغام در اروپا حمایت کرده ایم. ما خواهان آن هستیم که اتحادیه اروپا نقش بزرگتری در صحنه بین المللی ایفا کنند. امیدوارم که بریتانیا و اتحادیه اروپا به صورت مناسب مشکل کنونی را مدیریت کنند. بزودی سومین نمایشگاه مشترک افغانستان و ایران در کابل برگزار می شود. اتاق‌های تجارت و صنایع بابراز این مطلب می گوید که در رأس گروپ ایرانی نماینده ویژه بخش تجارت ایران نیز مشمول است و درباره گسترش روابط تجارتی و صنایع هر دو کشور بحث و گفتگو خواهد شد. و برای بحث بیشتر سیام پسرلی سخنگوی اتاق تجارت اینجا با ما هستند و همچنان محمد رضا کریم زاده اتشه تجارتی جمهوری اسلامی ایران همچنان با ما هستند در استودیو. و مهمانان عزیز خیلی هم خوش آمدید. خب پرسش اول از آقای کریم زاده پرسان میکنیم که هدف اصلی شما از برگزاری این نمایشگاه در افغانستان چه هست؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اولا از تلویزیون خوب آریانا تشکر میکنیم که فرصت رو ایجاد کردن که ما بتونیم زنده باشین و سلام شما رو لایک میگیریم. سلامت باشین. پر مخاطب زیربنا ما شرکت کنیم و راهکارهای توسعه روابط اقتصادی بین دو کشور دوست مسلمان و همسایه رو پی بگیریم. اگر بخوایم به پیشینه موضوع برگردیم، خب پیوندهای عمیقی که بین دو ملت هست واقعا ما رو در موضوع سرنوشت با هم همسو کرده و قاعدتا کمک به حساب فعالان اقتصادی دو کشور به یکدیگه خیلی میتونه کمک کنه که ما در مسیر توسعه اقتصادی گام‌های جدی رو برداریم و از فرصت‌ها استفاده کنیم. از مهمترین اهداف این نمایشگاه که در اصل در واقع برنامه زیربنا هم به نظر من به همین موضوع اشاره داره ماهیتاً، اینه که ما واقعاً بیایم کارهای زیربنایی و فرهنگسازی رو انجام بدیم که بتونیم راهکارها و هم‌اندیشی‌هایی رو اتخاذ کنیم که توسعه روابط حساب تجارتی بیش از پیش رو بین دو ملت و در این حال برای همکاری در سایر عرصه‌های بین‌المللی به حساب ایجاد کنیم و شرایطش رو فراهم کنیم. بله. در این نمایشگاه کیها اشراک خواهند کرد و واقعا چه نوع محصولات بیشتر در این نمایشگاه به نمایش گذاشته خواهد شد و های مشترک از بین ایران و افغانستان یا تنها محصولات ایرانی است یا تنها محصولات افغانی؟ نمایشگاه مشترک افغانستان و ایرانه و شرکت‌های ایرانی و افغانی در واقع اشتراک کردن در این نمایشگاه. ما در 12 گروه کالایی شرکت کنندگان رو داریم از افغانستان و ایران، در حوزه‌های ساختمان و تأسیسات، مواد غذایی، کشاورزی و دام و طیور، فرش و کفپوش، خودرو و صنایع وابسته، که باید ذکر کنم که امسال خودروسازای ما برندهای برتر خودروهای ایرانی هم در این بازار حضور پیدا کردن. حوزه مواد پتروشیمی، شوینده و بهداشتی، فناوری اطلاعات و مخابرات که جزو به حساب اولویت‌های دولت وحدت ملی هم اعلام شده و حوزه دارو و گردشگری جزو شرکت‌هایی هستند که در این نمایشگاه حاضر هستند و به عرضه توانمندی‌های خودشون برای مخاطب و فعالان اقتصادی افغانستان مبادرت. آقای پسرلی، نمایشگاه هایی که در گذشته برگزار شده واقعا نتایج چگونه بوده؟ میشه که شما بیان کنید؟ باشین. تشکر. بعد سلام خدمت شما و دوست عزیزم کریم زاده صاحب و به همه بیننده عزیز. تشکر. هدف نمایشگاه طبعا تبدیل نظریات اجناس است. تاجرایی که از کشورهای مختلف میآیند با هم میبینند، تا
تبادل نظر میکنن، با هم آشنا میشن، یک زمینه بسیار خوب است. ما نمایشگاه خوب و فوق العاده داشتیم قبلا، نمایشگاه فیلی سومین نمایشگاه است. دو نمایشگاه قبلا که در سال 1391 و 1393 ما داشتیم دستاورد خوبی داشت، تجارای ما با تجارای ایرانی آشنا شدن. نمایشگاهی که در ایران بود ما اشتراک کردیم، دستاورد بسیار خوب داشتیم. نمایشگاهی که ما در هندوستان و کشورهای دیگه داشتیم، دستاورد بسیار خوب داشتیم. هدف نمایشگاه توسعه روابط و تبادل افکار و همچنان زمینه سازی برای تبادل اجناس است و نمایشگاه سبب می شود تا بین دو تجار رابط ایجاد شود. خوشبختانه نمایشگاه فیلی هم که در ماه هود، تاریخ 12 هود 1394 که برابر به 2 مارچ میشه، در کابل در هتل اوراریس دایر میگرده. تقریبا در حدود بیشتر از 200 نفر تجار و مقامات بلندپایه ایران میاد که بیشتر شاید کریمزاده صاحب معلومات بدن، و از طرف افغانستان وزیر تجارت افغانستان، تاجرای ملی، مقامات دولتی در نمایشگاه اشتراک میکنن، بالای موضوعات بسیار مهم صحبت میکنن. قابل یادآوری است که رابط تجارتی ما با ایران دومین کشور است که ما بیشترین تجارت با ایران داریم. اولین کشور پاکستان است که زیاد حمل و نقل داریم، با هم واردات صادرات میکنیم، و دومین کشور کشور ایران است که در بخشای مختلف مواد غذایی، خانوادگی، ساختمانی و دیگه و دیگه ما از کشور ایران واردات داریم و همچنان صادرات از داخل میوه خشک و تازه و دیگر با ایران داریم. رابطه ما با ایران خوب است و فعلا که تحریمات اقتصادی بالای ایران رفع شده و همچنان ایران و هندوستان و افغانستان بالای بندر چابهار کار میکنن و بعدن فعلا که بالای نمایشگاه کار میشه و نمایشگاه دایر میگرده به حجم بسیار خوب و بسیار پیمانی بزرگ. یک دستاورد بسیار خوب است و به خاطر گسترش روابط اقتصادی و تجارتی بین دو کشور مسلمان که با هم تجارت خوب دارن محسوب می شود. خیلی خوب. آقای پسرلی، واقعا اتاق تجارت در این نمایشگاه چگونه سهم داره؟ مشترکاً نمایشگاه با همکاری کشور ایران و با همکاری اتاق تجارت مشترکاً این نمایشگاه پیش برده میشه. یعنی سهم فعال داریم 50-50 است تقریبا. خب همین دو اداره است که یکی هم ارتش تجارتی ایران است که با همکاری کشور ایران و همچنان اتاق تجارت افغانستان است که همین نمایشگاه را پیش میبره، ترتیب و تنظیم میکنه و سازماندهی میکنه. فعال خوب داره. ما هم غرفه های خود در نمایشگاه خود داشتیم که بیشتر از 122 غرفه هم از طرف ایران و هم از طرف افغانستان ایجاد میشه و طبعا تنها در روز اول بیشتر از 400-450 نفر اشتراک میکنه که هم مقامات دولتی، غیر دولتی، تجارای ملی میباشن. امید نمایشگاه به 4 روز دوام میکنه و در این 4 روز بروی مردم باز میباشه، مردم میتونن که از نمایشگاه دیدن کنن. آقای کریمزاده، هزینه این نمایشگاه چقدر خواهد بود و واقعا چقدر غرفه در اینجا در این غرفه ها محصولات به نمایش گذاشته میشه و آیا محصولات افغانی در خارج از کشور، یعنی در ایران هم زمانی که نمایشگاه ها برگزار میشه اونجا به نمایش گذاشته میشه یا خیر؟ خدمت شما عرض شد که از اگر بخوایم به بحث نمایشگاه و هزینه های اون بپردازیم، به نظر من ببینید وقتی ما داریم کار زیرساختی و فرهنگسازی انجام میدیم و اطلاع رسانی میکنیم، طبیعیه که هر کاری که انجام بدیم به نوعی سرمایه گذاری محسوب میشه و حالا موضوع هزینه میتونه به حساب بیاد به عنوان یه فاکتور خیلی جزئی در نظر گرفته بشه. ببینید یه نکته خیلی مهمی که داریم، جلساتی که ما با اتاق داشتیم واقعا برنامه‌ریزی کردیم که از این فرصت نمایشگاهی دوستان در هر دو طرف بتونن استفاده کنن، ظرفیت‌ها و توانمندی‌های همدیگر رو بشناسن و بتونن راه‌های همکاری چه در بازار افغانستان، چه در بازار ایران و چه در بازارهای ثالث رو پی بگیرن. نکته خوبی رو جناب آقای پسرلی اشاره فرمودند و اونم اینه که ببینید ما از حلقه تحریم ها گذر کردیم به حمدالله. یک خبر خوب هم در افغانستان داریم و اون هم پیوستن افغانستان به سازمان جهانی تجارت
و از طرف دیگه ما یک سری به حساب مسیرهای ترانزیتی رو داریم که ما رو وصل میکنه به آبهای آزاد کشورهای اروپا و کشورهای آسیایی میانه. همه اینا فرصت‌هاییه که اگر ما بتونیم برنامه‌ریزی خوبی و هم‌اندیشی خوبی رو با به حساب مجموعه فعالان اقتصادی دو کشور ساماندهی کنیم که حالا برنامه و طرح‌ریزی‌هاش هم با دوستان اتاق هم‌اندیشی شده و برنامه‌های خوبی با تجربه که هیئت‌هایی که دارن از ایران میان، تقریبا یک هیئت بیش از 40 نفر از خراسان جنوبی در نمایشگاه حضور پیدا کردن. ببخشید آقای کریم‌زاده، هیئت‌هایی که از ایران تشریف میارن از کدام بخش هستن واقعا؟ بله، هیئت 40 نفره که عرض کردم خدمت شما از خراسان جنوبی میان، یه بخششون مقامات دولتی هستند و یه بخشی هم شرکت هایی هستند که توانمندی خوبی برای به حساب عرضه محصول و یا بسترسازی برای همکاری های مشترک رو دارن. در این حال مسئولین و شرکت هایی که در منطقه آزاد چابهار هستند قراره که در این نمایشگاه شرکت کنند و بتونن موضوعاتی رو که در ذهن دارن مطرح کنند. طبیعیه که اگر ما از این فرصت استفاده کنیم و فعالان اقتصادی محترم افغانستان هم بتونن از این فرصت استفاده کنن، ما در پایان نمایشگاه میتونیم یه خروجی خوبی از بسترسازی برای یک سال کار آتی این فعالان اقتصادی داشته باشیم. و به نظر من همین هم یه نکته خیلی با ارزشه که میتونه از به حساب فواید این قبیل نمایشگاه باشه. سعی کردیم برندهای برتر و دارای کیفیت به حساب صادراتی و توان همکاری‌های چند جانبه رو هماهنگ کنیم که در این نمایشگاه شرکت کنن. مجریان نمایشگاه زحمات زیادی کشیدن که این شرکت‌ها رو انتخاب کردن و این شرکت‌ها علاوه بر این که در اینجا عرض کردم توانمندی‌های خودشون رو اعلام می‌کنن، واقعاً فرصتی رو ایجاد کرده که فعالان اقتصادی افغانستان هم بیان و ببینن در کدوم از این بخش‌ها میتونن ورود پیدا کنن. یک نکتهش رو جناب آقای پسرلایی فرمودن، بحث صادرات مشترک میوه به کشورهای دیگه است که ما میدونیم که تقاضای زیادی ممکنه براش وجود داشته باشه و میتونه با ایجاد شرکت‌های مشترک در حوزه میوه و خشکبار و فراوری محصولات معدنی و نظاره اون کارهای خوبی اتفاق بیفته. آقای پسرلای، این نمایشگاه ها که برگزار میشه، بخصوص سومین نمایشگاهی که از طرف کشور ایران با افغانستان برگزار میشه، نتیجهش چگونه خواهد بود؟ این چقدر میتونه به سود افغانستان واقع شود و این نمایشگاه هایی که برگزار میشه واقعا این برای یک روز است یا مردم میتونه که بعد از اون از تولیدات افغانی استفاده کنن و یا این نمایشگاه ها بتونه که واقعا توجه مردم را برخود جلب کنه؟ تشکر، سوال بسیار خوب است. همیشه تجار ما کوشش کرده که از نمایشگاه استفاده خوب کنه و شکر خوشبختانه کرده هن. نمایشگاه سبب شده که بین دو تجار رابط ایجاد شوه. تاجرایی که فعلا در افغانستان مصروف کار هستن، من یک مثال بر شما بگم. چند روز پیش من استاد بودم، اونجا با آقای کریم‌زاده صاحب صحبت میکردم که یک دوست اومد گفت که من میخوام که با یک تجار پتروشیمی ارتباط پیدا کنم و مگر نمیفهم که من چه قسم پیدا کنم، چه قسم برم اونجا، در کجا هست، صاحبش در کجا هست، در کجا کار میکنه. بازشان گفتن من هم کاری میکنم و از من در نمایشگاه میاین اشتراک میکنن. همین قسم زیاد صدها تجار هستن که در افغانستان فعال هستن، در ایران فعال هستن، میخوان که واردات و صادرات داشته باشن. اموال داخلی خود مثلا ایران، کدام اجناس و تولیدات داخلی خود که خدا که داره میخواد که به افغانستان و از طریق افغانستان به دیگر کشورها صادر کنه. همچنین افغانستان هم تولیدات داخلی خود میخواد که توسط تجار ایران به ایران بفرسته و از طریق ایران به دیگر کشورها صادر کنه. این یک زمینه بسیار خوب است. من فکر میکنم که دستاورد این نمایشگاه بسیار زیاد به این خاطر خواهد بود که هر سکتور با سکتور مربوطه خود ملاقات میکنه. مثلا سکتور مواد غذایی میره با تجار مواد غذایی صحبت میکنه، میشینن نشست داشته میباشه، تبادل افکار میکنن، ایمیل و تلفن خود تبدیل میکنن با هم، ادرس یکی دیگر میگیرن، باز میتونن که تماس بگیرن با آینده. مثلا تجار پتروشیمی هم قسم میتونن، تجار مواد ساختمانی، خانوادگی و دیگه موضوعاتی که کار میکنن فعلا فعال هستن، میتونن که با هم ارتباط پیدا کنن. این بر رشد اقتصادی دو کشور و چند کشور بسیار مفید است. معنی هستم که نه تنها افغان ها و ایرانیان از این نمایشگاه دیدن میکنن، بلکه تمام کشورهای مختلف که فیلن در افغانستان مصروف هستن، تاجرهای مختلف، سفارت هایی که هستن شاید بیاین ملاقات کنن، ببینن که
کدام چیزا با نمایش گذاشته شده که از اون استفاده کنند. آقای پسرلی کی ها میتونند که از این نمایشگاه دیدن کنند؟ برای همه مردم باز است. برای همه مردم باز است. به چهار روز است. حدود چهار روز هر کس میتونه بخصوص تاجر. ما برای تاجرهای خود صدا میکنیم که باید از این نمایشگاه دیدن کنن. این برنامه هم به خاطر آگاهی معلومات برای تاجر است. تاجرای که در ننگرهار هستن، مزار شریف هستن، دیگه ولایت ها هستن میتونن که بعد می جریان چهار روز از نمایشگاه دیدن کنن، با مقامات ایرانی، با تاجرای ایرانی صحبت کنن. حتی میشه که برای مشکلات صحبت کنن که کدام مشکلات در افغانستان است، مشکلات ترانزیتی که موجود است، مشکلات که دو طرف مرز است با ایران، ما کدام مشکل اقتصادی شاید باشه، کدام چیز میشه که بحث کنیم، صحبت کنیم و همه مشکلات باید رفع شود. یعنی یه زمینه بسیار خوب است که با هم بشینیم و از راه مذاکره و گپ و سخن مشکلات خودم حل بسازیم و بتونیم که رابط تجارتی خود افزایش دهیم. آقای کریمزاده، برگزاری همچون نمایشگاه ها چقدر میتونه که واقعا سرمایه گذاران ایرانی رو تشویق کنن که بیان به افغانستان و اینجا سرمایه گذاری کنن؟ یکی از موضوعاتی که ما همیشه تولید کنندگان ایرانی در واقع توصیه میکنیم اینه که بیان و بازار اینجا رو آشنا بشن، از نزدیک امکاناتی که وجود داره اینجا و سهولت ها و تسهیلات رو که در واقع چه از طریق اداره محترم حمایت از سرمایه گذاری آیسا و چه فعالان و به حساب اعضای محترم اتاق تجارت و صنایع در جلسات مختلف اعلام کردن، از نزدیک باهاش آشنا بشن و زمینه اینکه یه بخش از خطوط تولیدشون رو منتقل کنند به اینجا و سرمایه گذاری کنند در بخش هایی که حالا به هر حال صرفه اقتصادی براشون داره، واقعا جزو توصیه های جدی و همیشگی ما به این دوستان هست. این قبیل نمایشگاه ها در واقع یه بسترساز برای اطلاع رسانی از سمت به حساب افغانستان به دوستان یکی از ایران تشریف میارن هم هست. یه نکته دیگه ای که من مایلم اشاره کنم بحث جلسات جانبیه که ما بنا داریم در کنار نمایشگاه بین گروه های مختلف با همکاری اتاق تجارت و صنایع و دوستان و مسئولین محترمشون هماهنگ کنیم که بتونن این نکاتی رو که بهش اشاره کردیم واقعا در یک فضای خیلی دوستانه تبادل نظر کنن و با هم در واقع هماندیشی اتفاق بیفته و به نتیجه برسن. یه نکته خیلی مهم هم اینه که تجار و فعالان اقتصادی ببینید یک سری تولید کننده رو ما هماهنگ کردیم که اومدن وارد افغانستان شدن. خود اینا در بحث تولید خودشون ممکنه نیازمندی هایی رو داشته باشن که تامین کنندگان افغانستانی بتونن برای اونها این رو تامین کنن. بنابراین به نظر من این فرصت خوبیه که دوستان بتونن از این فرصت چهار روزه نمایشگاه استفاده خوبی داشته باشن. و آقای کریم زاده، میخواستم میپرسم کنم که چرا همیشه نمایشگاه ها چندین نمایشگاهی که برگزار شده در افغانستان بوده، چرا نخواستین در ایران برگزار کنین؟ و دیگه ای که به عنوان آخرین سوال که شما بازم همچون نمایشگاه هایی را برگزار خواهید کرد یا خیر؟ من به طور قطع با توجه به اینکه به هر حال بحث رویدادهای نمایشگاهی بحثی که متقاضیان خاص خودش رو داره، طبیعیه که کشورهای مختلف برنامه‌ریزی های مختلفی انجام میدن. در ایران ما هم پذیرای به حساب فعالان اقتصادی از افغانستان هستیم که انشاءالله بتونیم برنامه‌ریزی برای حضور این عزیزان رو در نمایشگاه ایران هم داشته باشیم. یکی از برنامه‌های روی دست ما در واقع اینه که ما بریم به سمت نمایشگاه‌های تخصصی که مبتنی بر نیاز بازار باشه و بعد از همینجا هم از دوستان حساب افغان خودمون هم دعوت میکنیم که برنامه‌ریزی برای حضور در نمایشگاه ایران رو داشته باشن. با معذرت، خیلی وقت کم داریم و آقای پسرلی مو حرفای اخیر شما رو هم خیلی کوتاه میگیریم. زنده باشید. تشکر. ما دیگه گفتنی ندارم، فقط همه قدر میگم که دعا میکنیم که رابط دوستانه دو کشور آمین. اسلامی افزایش یابد و همچنین واردات و صادرات ما بلند شود. خیلی ممنون محمد رضا کریمزاده، اتشه تجارت جمهوری اسلامی ایران و همچنان سیام پسرلی، سخنگوی اتاق تجارت، از اینکه در زیربنا با ما بودین. و بیننده های عزیز، حال توجه کنید به نرخ بعضی اسعار خارجی در مقابل پول افغانی در بازار امروز کابل. یک دلار آمریکایی 68 افغانی و 63 پول، یک یورو 74 افغانی و 93 پول، یک پوند انگلیسی 95 افغانی و 43 پول، یک درهم امارات 8 افغانی و 61 پول، 1000 تومان ایرانی 19 افغانی و 7 پول،
1000 کلدار پاکستانی 646 افغانی و 1000 کلدار هندی 1026 افغانی. و این هم نرخ طلا. یک گرم طلای کویتی 2350 افغانی، یک گرم طلای سنگاپوری 2280 افغانی، یک گرم طلای بحرینی 2200 افغانی، یک گرم طلای عربی 2150 افغانی، یک گرم طلای ایرانی 1800 افغانی و یک گرم طلای روسی 1800 افغانی. و این هم مواد اولیه. یک کیلو شکر 45 افغانی، یک گوری آرد خارجی 1268 افغانی، یک گوری برنج خارجی 1990 افغانی، یک لیتر تیل پترول 38 افغانی و یک کیلو گاز 35 افغانی. سپاس از همراهیتان. تا این دم تا فردا، خدا نگهدار.